ترکیبات مواد منفجره بمب. در این ویدیو ترکیبات شیمیایی برای ساخت آمونیوم نیترات که ماده منفجره بمب هاست رو براتون توضیح میدم و مقدار مواد و فرمول های اون رو بهتون میگم. این مواد خیلی خطرناکه و خیلی باید مراقب باشید. مسئولیت این کار به عهده خودتونه. این بمب برای یک نبرد واقعی استفاده میشه و نه برای آتش بازی. امروز ما یکم نیترات آمونیوم درست میکنیم. شما به مقداری آمونیاک، مقداری نیتریک اسید، نوار تورنوسل و یه دیگ یا چیزی برای جوشوندن در فضای باز نیاز دارید. مواظب باشید اسید روی دستتون نریزه. به نظر من ساده ترین راه برای انجام این کار اینه که با کمی اسید نیتریک شروع کنید و کمی در دیگ بریزید و بعد یکی از نوارهای تورنوسل رو بردارید و اونو درش فرو کنید. میبینید که خیلی قرمزه. این نشونه اسیدی بودنه و باید هم باشه. منظورم اینه که ما فقط اسید اضافه کردیم، اما وقتی آمونیاک رو اضافه کنیم ناپدید میشه و این نشونگر خوبیه برای اینکه به شما میگه مقدار آمونیاک و اسید نیتریک متعادل شده. این چیزیه که ما میخوایم. نوار تورنوسل رو در اون قرار بدیم و بعدش آمونیاک رو اضافه کنیم و مراقب اون تغییر تورنوسل باشیم و متوجه میشید که رنگ نوار تورنوسل تغییر میکنه و خب شما میتونید ببینید که بیشتر به سمت بنفش میره. لحظه ای که این یه تیکه تورنوسل به رنگ دیگه تبدیل بشه، لحظه ای که به اندازه کافی آمونیاک اضافه کردید. بعد از اون دیگه اضافه نکنید. خب حالا که آمونیاک و اسید نیتریک رو به نسبت های مناسب با هم مخلوط کردیم، میخوایم اونو گرم کنیم و تمام اون آب اضافی رو تبخیر کنیم. این ساده ترین راه برای تولید نیترات آمونیوم بدون هیچ محاسبه‌ای. اما فکر کن بخوای محاسبه کنی، میتونید توی گوگل سرچ کنید محاسبه‌گر واکنش‌های شیمیایی، که البته به انگلیسی میشه Chemical Reaction Calculator، و سایتی رو پیدا کنید که به شما بگه مقدار مناسب چقدره و چگالی و مقادیر رو در جدول بنویسید و مقدار مناسب رو پیدا کنید. فقط باید غلظت‌های هر ماده رو بر حسب گرم بر مول و جرم هر کدوم رو بر حسب گرم داشته باشید. آمونیوم نیترات یک ماده منفجره بسیار قویه که به عنوان کود شیمیایی استفاده میشه. اگه با سوخت مخلوط بشه احتمال انفجار بسیار بالاست. باید در جای خنک و دور از مواد آتش‌زا نگهداری بشه، اما در حالت عادی و خشک امنه. برای ساخت بمب از نیترات آمونیوم باید در ترکیب نهایی 5% سوخت مثل بنزین یا گازوئیل یا گوگرد یا سولفور قرار داد. مثلا 1 کیلو آمونیوم نیترات و 50 گرم گازوئیل، و این ترکیب باید در یک محیط بسته باشه مثل لوله تا احتمال انفجار بالا بره. اما بسیار مراقب باشید چون بسیار خطرناکه و اگر هدفتون چهارشنبه سوریه، من ترکیبات نارنجک رو در ویدیو دیگری آموزش دادم و به سراغ اون برید و دنبال آمونیوم نیترات نباشید. این ویدیو برای کمک به معترضان در یک نبرد واقعی ساخته شده. برای انفجار این ماده به چاشنی الکتریکی نیازه و اگر درخواستا برای آموزش ساخت چاشنی زیاد باشه، حداقل 1000 تا کامنت، این ویدیو رو در آینده میسازم. در آخر ویدیویی که ترکیبات نارنجک رو توضیح دادم براتون میذارم و میتونید روی اون کلیک کنید تا ویدیوی بعدیتون باشه. این شبکه رو سابسکرایب کنید.